امشب در 24 هشدار اسرائیل درباره فعالیت شبه نظامیان تحت حمایت ایران. وزیر دفاع اسرائیل میگه جمهوری اسلامی حزب الله رو به اقدام علیه اسرائیل تشویق میکنه. واکنش ها به گزارش تهران تایمز درباره تعلیق مجوز امنیتی رابرت مالی. درخواست سناتورهای جمهوری خواه برای تحقیق. رئیس کمیته روابط خارجی از درز اطلاعات حساس ابراز نگرانی کرده. همزمان با حمایت ابراهیم رئیسی از اخراج شماری از اساتید دانشگاه ها، کانون نویسندگان در بیانیه اعتراضی گفته تصفیه دهه 60 در حال تکراره. و کشف شبکه قاچاق انسان وابسته به داعش در مرز جنوبی آمریکا. FBI گفته در حال تحقیق روی پرونده مهاجران غیرقانونی که توسط این گروه وارد خاک آمریکا شدند. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در دیدار با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گفته جمهوری اسلامی گروه حزب الله لبنان رو به حمله تروریستی علیه اسرائیل تشویق میکنه. گالانت در این دیدار با هشدار درباره احتمال تشدید تنش در مرز شمالی اسرائیل از گوترش خواسته نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان برای نظارت بر وضعیت مناطق مرزی آزادی عمل بیشتری داشته باشند. هشدار مقامات اسرائیل در حالی که به گزارش رسانه‌ها گروه حزب الله اخیراً داخل قلمرو اسرائیل چادر برپا کرده و ده ها پادگان در امتداد مرز این کشور ساخته. در همین حال ارتش اردن هم از ساقط کردن سومین پهپاد در یک ماه اخیر در مرزهاش با سوریه خبر داده. اردن شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی رو که بر جنوب سوریه تسلط دارن به استفاده از پهپاد برای قاچاق مواد مخدر و اسلحه متهم کرده. شکریا برادوس کارشناس امور بین الملل اینجا در استودیو و بن سبتی پژوهشگر مسائل اسرائیل و ایران از تل آویو با ما هستند. با خانم برادوس شروع میکنم. اگر یادتون باشه همین اواخر حرف از این بودش که ایران به متحدانش به خصوص حزب الله گفته که فعلا دست نگه دارید به خاطر بحران سیاسی داخلی که در اسرائیل وجود داره در رابطه با تغییرات دستگاه قضایی اقدامی نکنید، ولی الان این گزارشو به نظر میاد تصویر متفاوت داره به ما نشون میده. این برمیگرده که ما الان نزدیکیم به چون یه قراردادی هست تو یه رزولوشنی هست که قرار 31 آگوست دیگه اکسپایر بشه، باید دوباره جدیدش کنن که پارسال هم بعد اینکه جدید شد بایدن یه استیتمنتی داد که سپورت کرد این قرارداد و این رزولوشن رو. برای همین که ما داریم به این نزدیک میشیم، اینا میخوان دوباره تازه کنن این قرار رزولوشن، اگه اشتباه نکنم 1701. بر حسب این رزولوشن نیروهایی که در مورد صحبت کردیم، نیروهای یو ان تو این مرز شمالی اسرائیل بین جنوب لبنان و اسرائیل هستن. این نیروها حافظ صلح هستن که اسرائیل در مورد این نیروها خیلی هم اعتراضات زیادی داره. میگه این نیروها درست قرار بود با نیروهای امنیتی لبنان این مرزها رو ازش محافظت کنه، ولی چیزی که الان داریم میبینیم این نیروها به خاطر اینکه این کشورها از کشورهای مختلفی تشکیل شده، مالتی نشنال گروه یو ان، مثلا از چین هستن، از نروژ هستن، از کشورهای دیگه هستن، این نیروها به خاطر این کشورهاشون نمیخوان درگیرشن با حزب الله. این نیروها وظیفه‌ای که حفظ صلح یا اجازه ندادن از رسیدن سلاح‌ها و موشک‌ها به حزب الله کار خودشون رو انجام نمیدن و این باعث شده تا حدودی که اصلا این نیروها با اینکه بودجه 500 میلیون دلاری دارن و آمریکا قسمت بیش از نزدیک 200 میلیون این بودجه رو میده، باعث میشه این نیروها نتونن وظیفه‌شون انجام میدن. و الان که داریم به آخر امسال داریم میرسیم از اون سالی که تمدید شده و میخوان دوباره 31 ماه تمدید بشن، اسرائیل یک شرطی رو گذاشته. شرط اسرائیل اینه که اگه قرار این قرارداد موندن این نیروها تمدید بشه، بهش میگن یونیفیل، باید یک شرطی گذاشته، اینه که هر عملیاتی که انجام میده بدون اجازه نیروهای لبنانی انجام بگیره و بدون اینکه اطلاع بده مثلا مراکز حزب الله رو بتونه اونجا جستجو کنه یا تفتیش برای بهم میگن انجام بده. و چیزی که الان داره صورت میگیره حزب الله مخالفه. حسن نصرالله هم حتی گفته این در همین بیانیه جدیدش هم در مورد مخالفت خودش با تمدید کردن این تعهد یا اون رزولوشن میگه این باعث شده که اسرائیل بتونه تمام کارهای ما رو رصد کنه، در حالی که اینو ما داریم میبینیم این تنش ها بالا رفته در حین اینکه داریم به دو سه روز مونده دیگه بعد تمدید بشه. الان هم رد کرده حزب الله که قبول کنه، میگه اگه بخوام قبول کنم بعد اون شرط رو برداریم. و همین 2017 هم که تمدید شد این رزولوشن، جالب این که نه اسم حزب الله توش اومد نه اسم ایران توش اومده که اینا باعث شد که اسرائیل ناراحت بشه. به نظر من این تنشی که الان گفته بود گروهای شبه نظامی دیگه طبیعتا اشارهش به حزب الله بوده بدون اینکه نام ببرم مستقیما، ولی میدونیم الان حزب الله 200,000
موشک داره و یه چیز جالبی هم که از دستش داشتم راپورتا رو می‌خوندم، یه گروهی برای حفظ محیط زیستم اونجا هست. دوباره ما همین موضوع در مورد قره‌باغ و ارمنستان آذربایجان هم داریم، گروه‌های حفظ محیط زیست اونجا هستن و کاملا با یکی از کشورهای درگیر یا گروه‌های درگیر دارن کمک می‌کنن. الان اسرائیل میگه اون گروه فعال محیط زیست که اومده اونجا، اونا هم گروه‌هایی هستن که مورد حمایت حزب الله هستن. قرار بود دوربین‌های اونجا گذاشته بشه، دوباره حزب الله مخالفت کرد، چون که می‌دونیم چند تا تونل، 6 تا تونل رو تو همون مسیر کشف کرد اسرائیل، که اسرائیل قبلا به نیروهای بین‌الملل، به نیروهای سازمان ملل گفته بود، ولی اونا مثلا نخواستن درگیر بشن. یعنی کاملا یه نیروی بیش از 10,000 نیروی اونجا که کاملا غیر فعالن به وظیفه‌ای که قرار انجام بدن، اون حفظ صلح و اجازه ندادن به رسیدن هر گونه موشک یا تسلیحات یا عبور همون گروه‌های شبه نظامی از مرز، رو نمیتونن کار خودشون انجام بدن. دلیلش به نظر من این که داریم در مورد این تنش‌ها بالا گرفته، یکیش همینه که اصلی ترینه، بقیه‌اش هم برمیگرده به همین که این تنش‌هایی که ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم، تنشی که حزب الله همیشه احتیاج داره بالا نگه بداره این تنش رو. ولی در مورد وقتی می‌بینیم درگیری‌ها یا تملات کجا داره صورت می‌گیره، در کرانه باختری در وست بنک داره صورت می‌گیره، چیزی که جمهوری اسلامی نفوذ داره، یعنی باز هم در طرف لبنان، باز هم هنوز هم با اینکه اون حدود مرزی، اون چادرهایی که حزب الله اومده تو مرز اسرائیل گذاشته، همون مرزی که یک تقسیماتی شده، نصفش برای حزب الله و لبنان بوده، نصف این حالا بهش میگن تاون یا روستا به طرف اسرائیل مونده، با اینکه اون درگیری‌ها بالاست، ولی باز هم به شدت به نظر من تنش نظامی نخواهد رسید، چون که الان هم گروهی از، حالا اینو یکی از روزنامه‌های لبنانی گفته، گروهی از کشورهای عربی اومدن، کسایی رو فرستادن طرف لبنان و از حماس هم خواستن، اون مسئول حماس که مسئول حملات اخیر کرانه باختریه، که اینو از لبنان اخراج کنه. یعنی کشورهای عربی تمام سعیشونه که حماس رو قانع کنن که تنش‌ها پایین نگه داشته بشه، که درگیری صورت نگیره. ولی چیزی که تا الان جمهوری اسلامی موفق شده، یعنی درگیری‌ها رو بالا ببره، یا کشتاری ما دیدیم در روزهای اخیر در فلسطین، در اسرائیل، این گروه‌های فلسطینی بودن که حماس هم نیست، گروه جهاد اسلامی به نظر من. آقای بن صفتی، حرف از این هستش که در برخی از مناطقی که قلمرو اسرائیلی، حالا دست کم اسرائیل، تحت کنترل داره، پادگان‌های حزب الله برپا کرده. چقدر احساس می‌کنید که روی باروت نشسته منطقه و ممکنه شاهد یک چیز مشابه به جنگ 33 روزه باشیم دوباره؟ با سلام و شب بخیر به شما و بینندگان عزیز. البته من با خیلی از حرفای مهمونتون موافق هستم. حزب الله و دیگر گروه‌های فلسطینی همینطور و همینطور رژیم ایران مسلماً که سرکرده این گروه‌ها هست، در این چند ماه اخیر از وقتی که این مسئله داخلی در اسرائیل به وجود اومده، اینها همه جرأت پیدا کردند و دست به تنش‌هایی می‌زنند، دست به تلاش‌هایی می‌زنند برای اینکه اسرائیل رو در واقع بیارن به اون نقطه‌ای که در سال 2006 بود مثلا، که یک حمله ای بشه و اونها دوباره وجود خودشون رو تصدیق کنن. و واقعا اعمالی که حزب الله در چند ماه اخیر داره انجام میده واقعا بی سابقه است و ممکنه این چند جبهه حتی با هم متحد بشن. امروز چند ساعت پیش کانال 13 اسرائیل گزارش داد که یک مانوری که اسرائیل میخواد در چند روز اخیر آینده انجام بده، که در واقع از چند جبهه باید دفاع کنه، از جنوب، از شمال، چیزی که خیلی به ندرت اتفاق افتاده، شاید در جنگ‌های قدیم، در جنگ‌های اکتبر 73 یا جنگ 6 روزه، و اسرائیلی‌ها دیگه این چیزها رو به یاد ندارن. ولی این گروه ها هم گفتم اینها ضعف داخلی اسرائیل رو مشاهده میکنن، اون چیزی که اونها ترجمه میکنن به عنوان داخلی، و رژیم ایران به اونها الهام میده، به اونها دستور میده که الان وقتشه. این چادرها در واقع یک سمبوله برای اون تلاش و اون ضربه های کوچیکی که اونها بزنن برای اینکه اسرائیل رو به طرزی عصبانی کنن که یک میسکلکولیشن داشته باشه، یک اشتباهی بکنه و وارد یک جنگ فرسایشی بشه دوباره. و همونطور که گفته شد، این بهترین چیزی هست که میتونه برای حزب الله، برای حماس، برای جهاد اسلامی به وجود بیاد، که دوباره اون باتلاق رو به وجود بیارن، همونجور که رژیم ایران اون باتلاق رو مثلا در عراق برای آمریکا به وجود آورد، یا مثال های دیگه. ولی برای خود حزب الله این هزینه سنگینی خواهد داشت. واقعا فکر میکنید حاضر هستن چنین کاری بکنن با توجه به بحران جدی اقتصادی که الان در داخل خود لبنان هست، وضعیت شگفت انگیز اقتصادی این کشور که واقعا زندگی رو برای بسیاری از مردم
مختل کرده، توافق دریایی که دولت لبنان، حالا درست اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه ولی بالاخره به شکلی با میانجیگری بین المللی با اسرائیل امضا کرده، فکر می‌کنی واقعا منطقه آمادگی یک درگیری اینچنینی رو داره؟ بله، اتفاقا برخی از مفسرین این تنش بین اسرائیل و حزب الله میگن که کسی که اتفاقا از آرامش و نرسیدن به اون مرحله جنگ بیشتر دفاع میکنه خود نصرالله هست، چون اون ضربه شست اسرائیل رو در 2006 دیده، نمیخواد دوباره به اون ویرانی و به اون خرابی برگرده. واقعا اون ضربه‌ای که مردم لبنان هم خوردن و ما میبینیم چه جملاتی در این چند هفته اخیر رد و بدل میشه بین آقای گالانت وزیر دفاع اسرائیل و همینطور حزب الله، ما شما را به خرابه برمیگردونیم و ما شما را به عصر حجر برمیگردونیم. اینها کلماتی است که قبلا استفاده نمیشد، ولی به نظر میاد نیروهایی هستند که به روی دو طرف فشار میارن، چه رژیم ایران، شاید قسمت‌هایی در خود داخل حزب الله که واقعا میخوان یک قدرتی به دست بیارن، و در داخل اسرائیل هم ما میبینیم که این ضعف باعث شده که هر کسی یک مصلحتی به وجود اومده براش و یک فشاری به وجود اومده، و باید این دو طرف در واقع سعی کنن که جلوی اون قدرت‌های افراطی، هرچند که خودشون هم افراطی هستن، ولی افراطی ترها چه در این سوی مرز و چه در اون سوی مرز به وجود اومدن، و اونجور که گفتم بعضی مفسرین اسرائیل فکر میکنن که نصرالله خودش شده یک مانعی برای پیشرفتن و بدتر شدن این وضع. پس ممکنه ما در چند هفته اخیر ببینیم که وضع به کجا میرسه. خانم برادوس، حرف از این استش که شاید بخشی از این توسط تشویق‌های جمهوری اسلامی داره صورت می‌گیره. می‌دونیم که ایران بالاخره به خاطر شرایط ویژه‌ای که در این سال گذشته داشته داره سعی می‌کنه یک راپروشمانی با کشورهای منطقه برقرار بکنه. چقدر فکر می‌کنید که واقعاً ممکن هستش که چراغ سبزی یا فشاری به حزب الله بیاره که بخواد اقدامی بکنه؟ در مورد سیاست ایران در خاورمیانه، به نظر من بعد از اون قراردادی که با عربستان بستن، اونم خب می‌دونیم سیاست چین بوده، یعنی جوری شده چین داره سیاست خارجی ایران رو اداره می‌کنه، به نظر من اونجا بود که کارت ایران رو ازش گرفتن، کار همون استفاده از گروه‌های شبه نظامی در خاورمیانه علیه کشورهای خاورمیانه، مخصوصا عربستان و مراکز آرامکو، حتی حمایت از حوثی‌ها در یمن. اینجا بود به نظر من اون کارتی که ازش گرفتن. تنها کارتی که الان جمهوری اسلامی داره اینه که فشار بیاره این گروه‌ها خودشون عمل کنن، فشار بیار به حزب الله که تنش رو بالا ببره. حماس که می‌دونیم همین اخباری که داره به ما میگن که حماس داره با کشورهای عربی سعی می‌کنه رابطه‌شو بهتر کنه، ولی این جهاد اسلامی که اسمش رو بردم، این جهاد اسلامیه که بیشتر کارا رو می‌تونه انجام بده، چون هدفش همینه که گفته آزادی، و برای این یکی از اون مهرهای مقاومت این هلال شیعی یا هلال درست انسانی هستن، گروه انسانی هستن، ولی این محور مقاومتی که تشکیل داده خیلی هم جالبه وقتی در مورد محور مقاومت یا هلال شیعی که شاه اردن اولین بار این اسم استفاده کرد و گفت هلال شیعی، و داریم می‌بینیم که این هلال شیعی نیست بلکه این محور مقاومتی که جمهوری اسلامی داره روش کار می‌کنه. ولی اون تغییری که این کارتو که من میگم از دستش گرفتن باعث شده حتی تمرکزی که بیشتر جمهوری اسلامی رو دریا هم داره برمیگرده به کمتر شدن قدرتش در خشکی، و فشاری که داره به حزب الله وارد می‌کنه، همونطور مهمونت هم گفتن هر کاری می‌کنه که حزب الله درگیر بشه. ولی همین امروز هم حرفی که رهبر حزب الله داره میگه اگر به ایرانی، سوری و یا لبنانی و فلسطینی در خاک لبنان صدمه وارد بشه، حمله بشه، ما جواب خواهیم داد. این خودش خیلی مهمه، یعنی تمرکز امنیتی رو به کجا میبره؟ به داخل خاک لبنان و اون سوورنتی یا تمامیت ارضی لبنان رو در نظر میگیره و کاملا متفاوت، یعنی میگه خب ما سر جای ما هستیم و حمله به خارج از این مرز انجام نمیدیم و شما هم نباید به داخل مرزهای لبنان انجام بدید، در حالی که اگه مثلا ما در مورد این فشارها که تنشا بالا بره باید ریتریکش یا حرفی که صحبت میکنه باید خیلی متفاوت‌تر رفتار میکرد. ولی در مورد اینکه خب حزب الله چرا چنین رفتاری میکنه، برای گروهایی که چنین هستن، حکومت داخل حکومت هستن، ما بیشتر آشنا هستیم چون که سپاهو داریم داخل حکومت، به خاطر اینکه اونها یه قدرت خودشون دارن از طریق قاچاق کپتاگونی که حزب الله الان پول در میاره، وضعیت اقتصادی لبنان خب شکست خورده است، وضعیت سیاسی شکست خورده است، و این چیزی که حزب الله به دست داده اون حامیان خودشو در جنوب لبنان بتونه ساپورت کنه، و اون پولی هم که میاره برای اسلحه خریدن و اون قدرت و زور اسلحه است که مردم نگه داشته، و مردم برای اینکه کسی دیگه رو مقصر بدونه
هستن، شما احتیاج دارید به یه دشمن خارجی، دشمنی همیشه اونجا باشه، اون مقصر این شکست‌های داخلی و اون اسرائیلی که حزب الله بهش احتیاج داره. و اون صحبتایی که داره میشه بیشتر همون راضی کردن هر مردمی هستن که به خاطر وضع موجود ناراضی هستن. و از یه طرف هم حزب الله میخواد که بگه خب این شکست‌ها برمیگرده به اون سیاستی که اسرائیل داره تو منطقه. به نظر من سیاستش بیشتر تو این طرف تنش‌ها رو فعلا به نظر من به اون درگیری، قبلا هم همینجا دو سه بارم این تنش بالا رفته، من چندین بارم اینجا گفتم انتظار تنش بین حزب الله و فلسطین بالا بره رو نداریم، ولی ممکنه صحبت‌ها همین رد و بدل‌ها صورت بگیره. منتظر باشیم 31 ماه آیا این قرارداد تمدید خواهد شد یا نه. به نظر من اینجا مهمه که مطبوعات به این یعنی روی این تمرکز بیشتری داشته باشه. دو روز دیگه است که امروز 29 ماه ماه 31 این مهمه، مهم بودن قضیه. ممنونم از هر دوی شما. شکریا برادوس، کارشناس امور بین الملل اینجا در استودیو با ما، و بن سبتی، پژوهشگر مسائل اسرائیل از تل آویو. دفتر یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون اسرائیل هم گفته هفته آینده برای دیدار با مقامات کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا اینجا به واشنگتن سفر میکنه. سفر رهبر اپوزیسیون اسرائیل به آمریکا در حالیه که روابط بین دولت بایدن و دولت اسرائیل بر سر سیاست‌های بنیامین نتانیاهو با تنش همراهه. به گزارش رسانه‌ها در تازه‌ترین مورد، کاخ سفید از وزارت خارجه اسرائیل به دلیل انتشار خبر دیدار الی کوهن با نجلا منقوش وزیر خارجه لیبی انتقاد کرده. واشنگتن به مقامات اسرائیلی گفته علنی شدن این دیدار مسیر گفتگو با لیبی رو برای به رسمیت شناختن اسرائیل بسته و بقیه کشورها رو هم از آغاز روند عادی سازی روابط با اسرائیل دلسرد میکنه. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. همین الان هم روابط پیچیده بود به خاطر این وضعیت تغییراتی که در دستگاه قضایی آقای نتانیاهو میخواد ایجاد بکنه. این رسوایی دیپلماتیک با لیبی هم به نظر میاد که داستان رو پیچیده تر کرده. درسته، و الان باید نگاه کردید که فعلا آقای لاپید قرار است با کدوم مقامات ارشد کاخ سفید دیدار کند. هنوز این در پرده از ابهام است. قرار است با خانم کامالا هریس و آقای جو بایدن دیدار داشته باشد، بعید است. ولی اگر همچی کاری انجام بدهد کاخ سفید، پیام بسیار مستقیمی است با آقای نتانیاهو. یادمون هم نرود که از وقتی که بنیامین نتانیاهو از دسامبر سال گذشته انتخاب شد و از ژانویه امسال هم اومد در دفتر نخست وزیری، تا حالا نتوانسته است که با جو بایدن دیدار داشته باشد. کاخ سفید اصلا 7-8 ماه اخیر به تقاضاهای دفتر نخست وزیری اسرائیل پاسخ نداده است. بر طبق اون چیزی که مطبوعات آمریکایی میگوید، بارها تقاضا شده برای اینکه از طرف اسرائیلی‌ها بخواهند دیدار کنند با بایدن، و آقای بایدن به هر دلیلی تا حالا تفره رفته است. و این داستان اصلا اینقدر جدی شده است که مطبوعات آمریکایی میگویند نتانیاهو به اعضای کابینه‌اش دستور داده است که هیچ کدومشون اصلا به امریکا سفر نکنند تا وقتی که از نتانیاهو دعوت نشده است. با این حال الان به نظر میاد وزیر دفاعش قرار است هفته دیگر در نیویورک باشد، البته در قالب یک سفر دیگری است، مستقیما با مقامات آمریکایی دیدار نخواهد کرد. ولی به هر جهت تنش‌ها همونجوری که تو گفتی بین دولت نتانیاهو زیاد است، و الان اومدن یائیر لاپید به عنوان رهبر اپوزیسیون نشان دهنده این است که آقای بایدن در حال این است که حداقل به صورت مستقیم، نه ولی غیر مستقیم، نارضایتی خودش رو نشون بده. نه فقط هم مسئله داستان همونجوری که شما گفتی داستان ملاقات با وزیر خارجه لیبی یا مسئله تغییراتی که در اصلاحات قضایی که میخوان به وجود بیارن در اسرائیل دارن به وجود میارن، بلکه مسئله دیگر مهمی که مدت هاست به نظر میاد دموکرات ها و آقای بایدن و بلینکن به طور اخص با اسرائیل اختلاف نظر دارن، بر سر مسجد الاقصی و بعدم حقوق فلسطینیان هست. و اون چیزی که دولت بایدن داره سعی میکنه فشار بیاره به اسرائیل برای اینکه بخواد عقب نشینی کنه از بعضی از ساخت و سازهایی که در مناطق خودگردان دارد یا بر مناطق فلسطینی دارد یا در مناطق غزه دارد. در کنار اینها هم بگذاریم داستانی که در کنگره آمریکا الان هنوز فشارها برای اینکه بخواهند در دور و بر اسرائیل یک سری از نیروهای بد رو مثل نیروی اسد رو بخواهند متوقف کنند یا سرنگون کنند وجود داره. در آخرین اونها 3 روز پیش 3 نفر از نمایندگان حزب جمهوری خواه و دموکرات، 2 حزبی، سفر کردن برای 1 ساعت به منطقه‌ای که منطقه شمال غرب در سوریه است، در دست دولت خودگرد، در دست نیروهای آزاد سوریه است، نیروهایی که با بشار اسد
می جنگن. یک ساعت توقف داشتن. از سال 2017 به این ور فرداد بی سابقه بود. آخرین بار 2017 آقای جان مککین که یکی از سناتورهای با سابقه بود و فوت شد، اون آخرین بار رفته بود اونجا با نیروهای سوریه دموکراتیک دیدار کرده بود. خانم تولسی گبارت هم از حزب دموکرات اون موقع رفت یک سفر به دمشق با اسد دیدار کرد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. همون موقع هم سفر این سه عضو مجلس نمایندگان، یکیشون آقای فرنچ هیل هست از ایالت آرکانزا که یکی از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی از فرنچیل، با اگر یادتون باشه هفته پیش با خانواده شارمهد دیدار کرد در مورد جمشید شارمهد، که از اون نماینده هایی بود که در مورد آزادی جمشید شارمهد هم فعالیت میکنه و به شدت مخالف جمهوری اسلامی است. سفر ایشون به اون منطقه معنیدار هست. داستان اسرائیل در سوریه و اون نیروهای آمریکایی که فعلا در سوریه هستن و اینکه اسرائیل چگونه میخواد با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در اون منطقه بخواد مقابله کنه، همه اینها به هم دیگه ربط داره و بسیار پیچیده است. با این حال فعلا در کنگره آمریکا در حزب جمهوری خواه به نظر میاد فشارها دارد بیشتر میشود برای اینکه حمایت دولت بایدن از اسرائیل در جهت اینکه بخواد با نیروهای جمهوری اسلامی مقابله بکند، احتمالاً برای اینکه بخواد در مورد برنامه هسته ایران تضمینای قوی به اسرائیل بده و در نهایت هم اینکه بخواهند مسئله سوریه رو برایش یک راه حلی پیدا کنند. هنوز آمریکایی ها بعضیاشون معتقدند در کنگره آمریکا که اسد جزو آینده سوریه نخواهد بود، بنابراین منتظر خواهیم بود و خواهیم دید که این داستان به کدوم سو خواهد رفت. آرش علی همکارم از کنگره آمریکا، ممنونم. رئیس کمیته خارجه مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به افشای نامه وزارت خارجه این کشور در نشریه تهران تایمز با انتشار بیانیه‌ای درباره درز اطلاعات حساس دولت آمریکا ابراز نگرانی کرده. مایکل مک‌کال در این بیانیه خواستار پاسخگویی وزارت خارجه آمریکا درباره صحت افشای اطلاعات و چگونگی دسترسی جمهوری اسلامی به اونها شده. مک‌کال از مقامات این وزارتخانه خواسته بررسی کاملی از بالا تا پایین درباره حفاظت از اطلاعات حساس انجام بدن. همزمان بعضی سناتورهای جمهوری خواه هم درخواست انجام تحقیقات در این مورد رو کردن. پولیتیکو هم از قول یک منبع آگاه نوشته نسخه ای از نامه‌ای که تهران تایمز درباره تعلیق مجوز امنیتی رابرت مالی منتشر کرده با اصلش برابری میکنه. شایان سمیعی کارشناس مسائل آمریکا اینجا در استودیو با ماست. من به یاد ندارم در این حد و اندازه رسانه‌ای نزدیک به حکومت ایران اطلاعات، حالا درست طبقه بندی شده نیست ولی حساس دولت آمریکا رو منتشر کرده باشه. با درود به شما و مردم عزیز ایران، کاملا این گونه هست. حتی چیزی هست که سناتور ایالت تنسی آقای بیل هگرتی هم همین مسئله رو امروز عنوان کرده که میگه چگونه است که روزنامه‌ای که وابسته به سپاه پاسداران ایران هست تونسته این نامه رو داشته باشه، ولی ماهایی که سناتورهای این مملکت هستیم حتی این نسخه رو هم وزارت خارجه به ما نشون نداده. ما در فارسی خودمون که اصطلاحی داریم که قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. حالا این اطلاعات اینجوری قطره قطره ای که داره در میاد سرانجام به ضرر دولت میشه، فرقی هم نمیکنه کدوم دولت سر کار باشه. این گونه اطلاعاتی که هر روز یک چیزی در موردش داره در میاد، گند بزرگترش در آینده نزدیک همش هم از این تهران تایمز. حالا مشخص نیست منبعشون چیه، ولی تو این چند هفته اخیر، تو این چند ماه اخیر حتما متوجه شدید یه اطلاعات جالبی داره منتشر میکنه. 100% و ضمناً ببینید تهران تایمز هم، من حداقل میتونم این حس رو بزنم و گمان زنی ها هم بر این هست که خود آقای معلی ممکنه دوستان یا اطرافیانی داشته باشه که اونها این کار رو انجام میدن. ما یادمون هست که در زمان ماجرای بازجویی های آقای جیمز کومی، رئیس سابق FBI، خودش سرانجام اعلام کرد که یک سری از مدارک رو به یکی از دوستان روزنامه نگار خودش رسونده تا اون بتونه اونها رو چاپ بکنه. پس ما میبینیم که این گونه اطلاعات اینجوری هم که داره بیرون میاد همش هم به تهران تایمز میره. من حداقل میتونم این گمان زنی رو بکنم که دوستان آقای معلی هستند که این اطلاعات رو دارن میدن بیرون که از یک جهت دولت امریکا رو خراب بکنن، از یه جهت دیگه تحت فشار بذارنشون که زیاد به آقای معلی خردگیری نشه و بتونن یه جوری جلوی درخواست‌های جمهور خواهان رو بگیرن. هزینه سیاسی آقای معلی به نظر داره بیشتر و بیشتر میشه برای دولت آقای بایدن.
فشارها الان هم در کنگره هست، نه فقط اصلا داخل دولت. الان حرف در مورد این هستش که این برنامه‌ای که در دانشگاه پرینستون هست، آقای ملی قرار اونجا تدریس بکنه، هم با انتقادات زیادی روبرو هست. نمیدونم صفحه علیرضا نادری رو دنبال می‌کنی؟ بله، بله. تقریبا یه روز در میون داره توییت می‌کنه در این باره. فقط هم اون نیست، بسیاری دیگر دارن این انتقاد رو مطرح می‌کنن که چطور هست کسی که تحت تحقیقات FBI هست، زنی میره که اطلاعات طبقه بندی شده حساس آمریکا رو درست دست کم در بهترین حالت مدیریت نکرده، در یکی از معتبرترین دانشگاه‌ها داره تدریس می‌کنه، دانشگاهی که می‌دونیم اتفاقاً با چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی هم خیلی ناآشنا نیست. ببینید، این نکته جالبی رو اشاره می‌فرمایید، برای اینکه آقای ملی فرض رو ما اصلا بر این بذاریم که ایشون اصلا از وزارت خارجه اخراج شده است، چون عملاً اخراج شده است، هیچ کاری هم اونجا انجام نمیده. اما همین که هنوز اسمش در ارتباط هست با دولت امریکا و اسمش در ارتباط هست با اینکه با افراد جمهوری اسلامی، با نماینده های جمهوری اسلامی گفتگوهای مستقیمی داشته و این به نظر مجلسین امریکا نرسیده، این بیشتر داره کار رو بغرنج میکنه. بله، و ضمناً این گونه رفتارهایی که دولت امریکا از یک طرف آقای معلی که اینقدر حرف و حدیث پشت سرش هست رو اجازه حداقل استادیاری در دانشگاه پرینستون بهش میدن، یا حتی نماینده سابق جمهوری اسلامی آقای موسویان رو هم دیدم که امروز یکی از مراکز نظامی امریکا دعوتش کرده به یک کنفرانسی. اینها همه این اشتباهات محاسباتی که حداقل چه وزارت خارجه چه وزارت دفاع امریکا دارن میکنن، در جریان انتخابات ریاست جمهوری گلوی دموکرات ها رو خواهد گرفت. بهتره که بیشتر بهش توجه بکنن، اگر نه میتونه براشون درد سرساز باشه. ممنونم از شما شاهن سمهی، کارشناس مسئله آمریکا، اینجا در استودیو با ما. وزیر پیشین بهداشت ایران در واکنش به اقدام اخیر کانادا مبنی بر عدم صدور روادید ورود به مدت 36 ماه برای او، گفته هیچ عضو خانواده‌اش در خارج تابعیت یا اقامت ندارند. حسن قاضی‌زاده هاشمی گفته اقدام غیرحرفه‌ای و تبلیغاتی وزیر مهاجرت کانادا را از راه قانونی پیگیری می‌کنه. قاضی‌زاده هاشمی گفته به واسطه تخصصش و برای حضور در کنگره بین‌المللی چشم پزشکی اخیراً با ویزای توریستی برای 18 روز به کانادا رفته بود. مارک میلر وزیر مهاجرت کانادا گفته تصمیم عدم صدور ویزا برای قاضی‌زاده هاشمی، همونطور که به خود او هم ابلاغ شده، بر اساس قانون حفاظت از مهاجران در کانادا گرفته شده. مهسا مرتضوی خبرنگار ما در تورنتو درباره این خبر جزئیات بیشتری میگه. مارک میلر در یک بیانیه اعلام کرده که ویزای توریستی آقای حسن قاضی‌زاده لغو شده برای مدت 36 ماه 60 روز به ایشون فرصت داده شده که اگر دوست دارن اقدام بکنن برای تجدید نظر، و گفته شده که کسانی که ناقض حقوق بشر هستن نمیتونن به کانادا مهاجرت بکنن. این رو شاید ما بتونیم در تحریم 10,000 نفری کانادا هم ببینیم، رد پاش رو، تحریمی که 15 مهر ماه سال گذشته انجام شد. در اون 10,000 نفر از افراد وابسته به جمهوری اسلامی در لیست تحریم های کانادا قرار گرفتن در قانونی به نام ایرپا که قانون حمایت از مهاجران و پناهندگان هست، تحت معیارهای اقتصادی که به این افراد اجازه نمیده که به خاک کانادا بیان اینجا سرمایه گذاری بکنند یا بخوان در واقع حسابهای بانکی داشته باشند. این بیانیه جدید در اون اعلام شده که در کنار ایرانیان هستند، در کنار مردم ایران هستند، کسانی که سعی میکنند برای حقوق اولیه خودشون مبارزه بکنند، و گفته شده در این بیانیه اینها نمیپذیرند که حکومتی نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر بکنه و در این حال افراد وابسته به اون به خاک کانادا بیان، و جلوی این کار رو هم میگیرند. همکارم مهسا مرتضوی بود از تورنتو کانادا. ابراهیم رئیسی از اخراج اساتید از دانشگاه‌ها حمایت کرده و اون رو مرتبط با اعتراضات دونست. آقای رئیسی در یک کنفرانس خبری با اشاره به اعتراضات دانشگاه‌ها گفته اگر افراد محدودی خواستن نظم دانشگاه رو به گفته او برهم بزنن، خود دانشگاه باید با اونها مقابله کنه. رئیسی گفته او در جریان برخورد و احضار اساتید دانشگاه به کمیته‌های انضباطی قرار داره. با نزدیکی به آغاز سال جدید تحصیلی و سالگرد شروع اعتراضات، موج گسترده برخورد با اساتید معترض و ایجاد فشار علیه دانشگاهیان شدت گرفته. این برخوردها با اعتراض برخی از نمایندگان سابق مجلس از جمله علی مطهری و استعفای محمد رضا عارف از هیئت جذب دانشگاه صنعتی شریف همراه شده.
کانون نویسندگان ایران اما در اعتراض به اخراج استادان بیانیه‌ای با عنوان تنگتر شدن حلقه سرکوب دانشگاه صادر کرده. این کانون با اعلام همبستگی با دانشجویان و مردم معترض هشدار داده که سکوت جامعه در مقابل وقایع اخیر میتونه به تکرار فاجعه تصفیه دانشگاه‌ها در دهه 60 منجر بشه. مهدی عربشاهی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ماست. آقای عربشاهی، جالبه صدای خیلی از کسانی که در داخل حکومت هستن هم سر این موضوع در آمده. بله، درود به شما و همه بینندگان. ببین، واقعیت نیستش که حجم برخوردا خیلی بالاست و ما اظهار نظرهایی هم که می‌بینیم خیلی تناقض داره. همین دیشب یا دو روز قبل بود که وزارت کشور بیانیه داده بود که این خودش خیلی جالبه، وزارت کشور که اصلا در شرح وظایفش نیست بیانیه داده راجع به اینکه این اخراج‌ها به خاطر مسائل علمی بوده یا به خاطر پرونده‌های دیگه‌ای بوده، ربطی به مسائل سیاسی نداره، که خودش محل سواله که چرا باید وزارت کشور در این مورد صحبت کنه نه وزارت علوم مثلا. یا می‌بینیم بالاخره افراد مختلف دارن سعی میکنن اظهار نظر بکنن. البته به نظر من اون هسته اصلی قدرت، اون کسانی که صاحبان اصلی قدرت هستن در جامعه، همگی در واقع حالا با یه مقداری کم و زیاد پشت این سرکوب دانشگاه هستن. دانشگاه رو به عنوان یکی از کانونهای اصلی جنبش زن زندگی آزادی میشناسه حکومت و تصورش این هستش که چون به آستانه در واقع سالگرد مهسا جینا امینی داریم میریم، باید هرچه بیشتر دانشگاه و دانشگاهیان و کانونهای دیگه، جاهای دیگه‌ای که فکر می‌کنه ممکنه که منبعی برای اعتراض و بازگشت مردم به خیابون‌ها بشن رو سرکوب بکنه. در همین راستا هم دارن این اقدامات رو انجام میدن. بالاخره استادا، دانشجو، افراد مختلف رو دارن به طرق مختلف حالا یا اخراج میکنن یا محدودیت‌هایی براشون میذارن. این خودش نشون میده که چه وحشتی دارن و چه اطلاعاتی از درون جامعه دارن. یعنی به هر حال حکومت یه سری نظرسنجی‌ها، یه سری اطلاعاتی داره که در دسترس ما نیست، ولی این وحشتی که داره نشون میده که از نظر حکومت حداقل جامعه همچنان یک دیگ جوشانی هستش که منتظر یک جرقه است و میخوان تمام احتمالات مسدود بکنن که اجازه ندن در واقع این جرقه زده بشه و دوباره مردم به خیابون‌ها بیان. آخه همین الان هم اینطوری نبوده که به خصوص در علوم انسانی اساتید بسیار لیبرال یا مخالف حکومت چندان در دانشگاه‌ها بتونن نقشی بازی بکنن. این تصفیه به نظر میاد تصفیه در تصفیه است در جمهوری اسلامی. دقیقا همینطوره. ببینیم، ما الان از ابتدا برای جمهوری اسلامی یک نظام دانشگاه ستیز بود، یعنی از اون اولی که اومده با انقلاب فرهنگی تصفیه کرده و تو این سالها روالهایی که گذاشتن از جمله گزینش‌های سفت و سخت به ویژه در مورد اساتید، کار به جایی رسیده که اساسا کسانی که کوچکترین زاویه ایدئولوژیک یا سیاسی با حاکمیت دارن اصلا چشم‌انداز این ندارن که بتونن در یکی از دانشگاه‌ها استاد بشن، عضو هیئت علمی بشن، به ویژه در بحث‌های مثل علوم انسانی که خب اون تفکر انتقادی، روح تفکر انتقادی درش پررنگه و حکومت با این خیلی زاویه داره. یعنی کسانی رو دارن الان اخراج میکنن که برای اینا قبلا از اون فیلترهای گزینش رد شدن، ولی همین افراد هم تحمل نمیشن چون اومدن حرفی زدن، در کنار ملت ایستادن، از دانشجو دفاعی کردن و یا اونطوری که حکومت میخواد در واقع عمل نکردن. اینها رو هم دارن اخراج میکنن و کنار میذارن و سعی هم دارن میکنن که اینا رو جایگزین کنن دیگه با اون خودیهای سهمیه‌ای که در تمام این سالها با سهمیه به دانشگاه رفتن، مراحل مختلف و با اون دوپینگ ها طی کردن، حالا بیا اینا رو بفرستن به دانشگاه استاد بشن و این هیچ نتیجه ای نداره جز اینکه جایگاه علم در دانشگاه ما بیش از این در واقع پایین میاد و ضربه میخوره بهش. ممنونم از شما مهدی عربشاهی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. پرونده نسیم سلطان بیگی، سعیده شفیعی و دو زن خبرنگار دیگه بعد از دریافت حکم در دادگاه بدوی برای تجدید نظر به شعبه 36 دادگاه استان تهران ارجاع داده شده. این خبرنگاران حکم 4 سال و 3 ماه حبس تعزیری، 2 سال ممنوع خروجی و عدم عضویت در گروه‌ها رو دریافت کردند. اونها به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم شدند و در این میان فقط مهنوش زارعی هنزکی از این اتهامات تبرئه شده. شورای حقوق بشر سازمان ملل به تازگی گفته در 1 سال گذشته 70 روزنامه‌نگار توسط جمهوری اسلامی بازداشت شدند. مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از ترکیه با ماست. خانم دهکردی، 1 سال بعد از شروع این اعتراضات، دست کم در آستانه 1 سالگی این اعتراضات داریم می‌بینیم که همینطور احکام سنگین علیه روزنامه‌نگاران 1 روز بعد از دیگری صادر میشه.
درود بر شما. همونطور که گفتید خانم سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی پرونده‌شون به دادگاه تجدید نظر رفته. اینها دو تن از روزنامه‌نگاران بسیار حرفه‌ای ساکن ایران هستند که در واقع مرداد ماه حکم بعدیشون صادر شد. در موج گسترده بازداشت فعالان رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران به در واقع عذرخواهی می‌کنم یک لحظه اگر اجازه بدین من بله همونطور که میگفتم در اوج بازداشت‌های گسترده خبرنگاران و روزنامه‌نگاران اونها هم بازداشت شدن در بهمن ماه و دی ماه سال گذشته. اتهاماتشون مثل تمامی فعالان رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران امنیتی است، اما مصادیقش چیست؟ نوشته‌هایی که اونها در رسانه‌های دارای مجوز از طرف وزارت ارشاد جمهوری اسلامی در واقع منتشر کردن. هرگز مواضع رادیکالی نداشتن، در حوزه تخصصیشون فعالیت کردن. خانم سلطان‌بیگی علاوه بر کار خبری فعال دانشجویی بوده سابق بر این، و در واقع الان هم که می‌بینیم پرونده‌شون به دادگاه تجدید نظر رفته. ببخشید. خواهش میکنم. خب به نظر میاد که ارتباطمون با خانم دهکردی دچار مشکل شده. به مریم دهکردی بود، روزنامه نگار و عضو تحریریه ایران وایر، از ترکیه عذرخواهی میکنم به خاطر قطع ارتباطمون با ایشون. فیلم مستند بهروز تصویر یک اسطوره ساخته سپهر میکائیلیان با حضور خود بهروز وثوقی، عوامل فیلم و گروهی از ستاره‌های سینما و موسیقی ایران در لس آنجلس به نمایش عمومی درآمد. این اکران ویژه با جلسه پرسش و پاسخ و بازگویی خاطرات بهروز وثوقی در میان همکاران قدیمی و صدها نفر از شرکت کنندگان همراه شد. بهروز وثوقی در گفتگو با ایران اینترنشنال آرزو کرده که روزی بتونه به وطنش برگرده. نیلوفر من اسطوره‌ای بر روی پرده‌ها، نام فیلم مستندی ساخته سپهر میکائیلیان که امشب با حضور خود کارگردان آقای بهروز وثوقی و به تهیه کنندگی مکس امینی در سالن ساموئل گولدوین در شهر بیولی هیلز اکران شد. امشب اینجا در این فیلم به زوایای شخصی تری از زندگی قیصر سینمای ایران پرداخته شد و اهالی و دست‌اندرکاران سینما از نسل‌های متفاوت با شرکت در این فیلم ستاره‌ای را توصیف کردند که عوامل متعددی فراتر از فن بازیگری از او یک ستاره درخشان و افسانه‌ای در سینمای ایران ساخت. امشب یک اکران معمولی نبود، فرش قرمزی داشت با حضور بازیگران و اهالی دنیای موسیقی ایرانی که آمدند اینجا شرکت کردند در این بزرگداشت که از بهروز وثوقی تجلیل کنند. در این سالیان دراز دور از ایران من این فیلم رو ساختم که دو نسل رو به هم پیوند بدم. افتخار بزرگی بود برای من که در کنار بهروز وثوقی باشم و امیدوارم هم نسلان من، کسایی که تو ایران هستن، با بهروز وثوقی خاطره دارن. شاید خیلی از ما ندیده باشن بهروز وثوقی رو. من امیدوارم وقتی که این دوستان من، هم نسل من تو ایران، بهروز وثوقی رو میبینن، قدری از این دلتنگی ها کاسته بشه ازشون و بدونن که بهروز وثوقی 40 خورده ای سال در غربت چقدر ایستادگی کرد و پای چه مسائل ایستاد برای اینکه هنوز بهروز وثوقی مونده. واقعا متوجه میشم بهروز جان، تاثیری که شما برای به همه هنرمندایی که توی سینما امروز هستن. حدود 14 ساله که من افتخار دوستی با ایشون دارم. مثل پسرش به من عشق داده، حمایتم کرده، سالیان سال نصیحت‌های بی‌نظیر بهم کرده. خیلی دوستش دارم. وقتی این فیلم تموم شد دوچار یه سری مشکلات شد و نتونستن اینو اکرانش کنن و وقتی من متوجه شدم گروه رو جمع کردم، گفتم هر کاری باید بکنیم که افتتاحیه این به نحو احسن انجام بشه، من در خدمتم. این فیلم مستند چرایی اسطوره شدن را به تصویر کشید. اینکه سرنوشت بهروز وثوقی پس از مهاجرت با آمریکا چه بود و باورمندی به چه ارزش‌هایی او را به اوج رساند. برخلاف اونچه که جمهوری اسلامی سعی کرد، کسانی که از ایران رفتن یا کسانی که در دوران قبل از انقلاب معروف بودن، هنرپیشه‌های سینما، تئاتر، نویسندگان، همه اینا رو از ذهن مردم پاک کنه، در مورد بهروز وثوقی به خصوص و به ویژه این کار اصلا نتونستن بکنن. در بخش سینما برجسته‌ترینشون هست و واقعا شایسته بود
که ازش در دوران زندگیش تقدیر بکنن و چقدر خوشحالم که این کار اینجا داره انجام میشه. دوران پیری بهروز وثوقی رو اینجا میبینیم ولی همچنان جذاب، همچنان محبوب و برای ایرانی خارج از کشور هم یه گنجینه فوق‌العاده است. این جایزه رو با افتخار دلم بخواد به بهروز بدم بابت تمام سالهایی که در ایران کار کرد. چقدر خوبه که از این هنرمند بزرگ که اسطوره سینمای ماست و این همه دوستش دارن، همه بعد از 43 سال همه عاشق. عذرخواهی میکنم که این گزارش رو به طور کامل پخش نکردیم، احتمالا متوجه شدید صدا و تصویر همزمان نبود یا به قول فنی ها سینک نبود با هم، برای همین مجبور شدیم گزارش رو در وسطش قطع بکنیم. حتما در بخش دیگر خبری در ایران اینترنشنال اون رو دوباره منتشر خواهیم کرد. CNN در گزارش اختصاصی گفته FBI در حال تحقیق بر روی پرونده ورود غیرقانونی اتباع کشور ازبکستان از مرزهای مکزیک با آمریکاست که گفته میشه به کمک قاچاقچیان وابسته به داعش انجام شده. این گزارش به نقل از پلیس فدرال آمریکا نوشته گرچه در حال حاضر هیچ مدرکی برای بازداشت کسی وجود نداره، اما این موضوع به قدری نگران کننده بوده که یک گزارش فوری طبقه بندی شده برای رئیس جمهوری ارسال و این مسئله در جلسات کابینه بایدن مطرح شده. یک مقام FBI به CNN گفته این قاچاقچی عضو داعش نیست، بلکه بیشتر شبیه یک پیمانکار مستقله که شخصاً با این گروه همکاری میکنه. امید معماریان روزنامه‌نگار از دیترویت با ماست. آقای معماریان، زمزمه ها و حرفای این چنینی قبلا زده میشد در دوران اوج نفوذ داعش، ولی اینکه واقعا حضور فیزیکی داشته باشه چه خود داعش چه حالا یک پیمانکارش در مرزهای جنوبی آمریکا بسیار نگران کننده است برای دستگاه امنیتی این کشور، اینطور نیست؟ بسیار نگران کننده است از زوایای مختلف. اولا اینکه نشون دهنده این هستش که چقدر ایالات متحده آسیب پذیر هست نسبت به چنین اتفاقاتی، اینکه در مرزهای جنوبی افراد بتونن خودشو در قالب مثلا کسانی که پناهجو هستن جا بزنن و بخوان که وارد خاک آمریکا بشن. در طی ماهای گذشته مقامات اطلاعاتی امنیتی و مرزی ایالات متحده شاهد یک افزایش بی سابقه در تعداد افرادی که از کشورهای آسیای میانه شده بودن و اینا دیدن که عدد خیلی زیاد شده، ولی هیچ دلیلی رو برای اون نمیتونستن مترتب بشن. الان متوجه شدن که ده ها نفر از مثلا ازبکستان وارد خاک آمریکا شدن، همونطور که شما گفتین توسط یک پیمانکار به هر حال قاچاقچی انسان که افراد رو به هر حال از این کشور می آورده و این فرد در واقع پیمانکار یه جور داعش بوده، با اونها ارتباط داشته و در به هر حال لیستا و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه امنیتی آمریکا بوده و اینکه نتونستن قبل از اینکه این اتفاق بیفته این رو شناسایی کنن خب بسیار موجب نگرانی بخش‌های مختلف به هر حال دولت آمریکا و نهادهای امنیتی شده و همچنین کنگره آمریکا که به هر حال در طی چند سال گذشته فشار زیادی رو به دولت بایدن آوردن در خصوص مرزهای جنوبی و این مسئله رو مطرح کردن که سیاست‌های دولت آقای بایدن سیاست‌های ناکافی هست و جوابگوی اتفاقاتی در مرزها داره میفته نیست و از این جهت خواستار این شدن که به هر حال جدیتی بیشتری داشته باشه، سیاست‌های سختگیرانه بیشتری داشته باشه. بنابراین از مجموع جهات میشه گفت این خبر مهمی هست، نگرانی زیادی ایجاد کرده. باید دید که آیا فقط این یک مسئله جداگونه هست که اتفاق افتاده، آیا افراد دیگه کشورهای دیگه هم به هر حال کسایی بودن که به این شکل وارد شدن و تا چه حد اطلاعات دستگاه امنیتی آمریکا در این خصوص برای اینکه مثلا اینا رو به هر حال شناسایی کنن چقدر کافی هست. معادله هم کلا عوض میکنه برای دستگاه مهاجرتی آمریکا، اینطور نیست؟ چون یه موقع بحث سر این هستش که شهروندان آمریکای جنوبی به خصوص از طریق مرز مکزیک وارد ایالات متحده آمریکا بشن، بیشترشون مهاجرانی هستن که برای شرایط بهتر اقتصادی ممکنه مهاجرت بکنن به آمریکا، ولی اگر دستان داعش این وسط بخواد درگیر باشه و کسانی وارد خاک آمریکا بشن که تهدید امنیتی باشن، کل معادله رو هم برای دولت فدرال تغییر میده، اینطور نیست؟ کاملا همینطور است. در ماهای گذشته، در سالهای گذشته هر وقت اتفاقاتی از این دست رخ داده اهرم‌های زیادی رو فراهم کرده برای سیاستمدارای آمریکا در کنگره آمریکا، در دولت آمریکا، در دولت‌های مختلف چه جمهوری‌خواه چه دموکرات که بتونن که سختگیری‌های رو بیشتری رو در خصوص ورود افراد، ورود پناهجویان از مرزهای جنوبی داشته باشن. این یک بخش از مسئله است. مسئله دیگه این هستش که حتی کسانی که در از کشورهای دیگه
درخواست حضور در آمریکا رو میکنن، به شکل‌های دیگه میخوان مهاجرت بکنن، یا حتی در طی هفته‌های گذشته ما شنیدیم که موارد بسیار متعددی هست از کسانی که در خارج از خاک آمریکا پذیرش دانشگاه گرفتن و در واقع باید که بیان برن دانشگاه در یه مدت مقرری، ولی مراحل اون قربالگری یا اسکرینینگشون در واقع انقدر طول میکشه که اصلا نمیتونن وارد دانشگاه بشن. ولی خواهیم که نه تنها این حوزه رو در بر میگیره، بلکه وضعیت مهاجرت یا مهاجرین رو در حوزه های دیگه، در شاخه های دیگه این عرصه هم از خودش متاثر میکنه. یک ناکارآمدی عیانی به نظر وجود داره در بخشی از نظام مهاجرتی آمریکایی. تو نیست حالا اشاره کردید به همین دانشجوها، من ایمیل های زیادی میگیرم به خصوص از دانشجویان ایرانی که مدت های طولانی باید منتظر وقت سفارت آمریکا باشن. فقط هم ایرانی ها نیستن، شهروندان دیگر اینطوری هست. همین الان شما اگر بخواید در بسیاری از کشورها برای ویزای ایالات متحده اقدام بکنید، بعضی وقت مثلا دو سالی دیگه به شما فرصت ملاقات میدن با مأمور سفارت، و بعد در این حال میبینیم که مرز جنوبی چنین تهدیدهایی رو شاهد هست. واقعا چالش بزرگی است برای دولت آمریکا. از یک طرف به هر حال با توجه به ضرورت‌هایی که وجود داره در خصوص مسائل امنیتی و به هر حال توجه مقامات آمریکا به چین و روسیه و دیگر تهدیدات منطقه‌ای و جهانی، ما می‌بینیم یه قسمتی از منابع و نیروی انسانی که دارن صرف چنین تهدیداتی میشه. از طرف دیگه واقعا مرزهای جنوبی که خطر جدی است بسیاری. حالا یک مسئله ای هستش که جمهوری‌خواه ممکنه که فشار بیشتری بیارن، دموکرات‌ها مثلا دیدگاه دیگری داشته باشن، ولی مسئله این هستش ما با فقط در ماه جولای در یک ماه، یعنی در 30 روز با 185 هزار نفر مواجه بودیم که می‌خواستن از مرزهای جنوبی وارد خاک کشور بشن. این نشون دهنده ابعاد اون حضور افراد مهاجر در مرزها هستش. صرف نظر از همونطور که شما گفتین، تمام کسانی هستن که مسیرهای دیگه سعی می‌کنن خودشون با آمریکا برسونن. بنابراین اینجا یک جایی هستش که به هر حال به نظرم میرسه که مقامات دولت آمریکا نیازمند یک نگاه جدی‌تر هستن. قطعا در طی هفته‌های آینده، در طی ماه‌های آینده فشار زیادتری روی دولت بایدن خواهد بود با توجه به اینکه فصل انتخابات ریاست جمهوری در پیش هستش. موضوع مهاجرین، مرزهای جنوبی، امنیت داخلی موضوعات بسیار مهمی هستن که در کنار موضوع اقتصاد میتونن که پایه‌های بر این کمپین‌های انتخاباتی رو از نظر پیام‌هایی که به مردم می‌فرستن شکل بدن. و برای همین هستش که انتظار میره که با توجه به این خبری که اومده، با توجه به جوانب تهدیدآمیز و نگران کننده که داره، ما شاهد ترتیبات جدیدی باشیم از سوی دولت در همکاری با کنگره آمریکا، یا به هر حال به نظر میرسه که نیازمند این هست دولت آمریکا که اقدامات و ترتیبات جدیدی رو ایجاد بکنه، یا اینکه هم کنگره آمریکا هم مردم آمریکا رو مطمئن بکنه که از نظر اطلاعاتی، از نظر امنیتی، از نظر نظارتی در جایی قرار گرفته که میتونه که تهدیدات رو قبل از اینکه بالفعل بشه در همون مرحله‌ای که در حال ریشه گرفتن و نضج گرفتن هست شناسایی کنه و در واقع بگه که سیستم سالم هست و علارغم همه این خطرات که وجود داره میتونن که از وقوع حوادث جلوگیری بکنن. ممنونم از شما، امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت. همونطور که تغییرات اقلیمی در سراسر جهان باعث ذوب یخچال‌ها و بالا آمدن سریع‌تر آب دریاها شده و در ایتالیا شهری مثل ونیز مدت هاست به شدت در خطر آب گرفتگی شدید قرار داره، روم پایتخت ایتالیا در هفته‌های گذشته با موج گرما مواجه بوده و مقامات این کشور در تلاش برای مدیریت خطرات بهداشتی ناشی از موج گرما هستند. به گفته نهادهای حفاظت از محیط زیستی، یکی از تأثیرات گرمای هوا در این شهر افزایش مشکلات محیط زیستی از جمله گسترش بیماری در سطح شهر توسط حشرات. همزمان یونسکو هم درخواست کرده ونیز به لیست میراث جهانی در خطر اضافه بشه و گفته دولت ایتالیا اقدامات کافی برای محافظت از این منطقه، یعنی ونیز، رو انجام نداده. نیکانگ کوسر، روزنامه‌نگار حوزه آب و زمین‌شناس از روم با ماست. آقای کوسر، شما خودتونم الان در ایتالیا هستید، به نظر میاد که یک نگرانی گسترده‌ای وجود داره در مورد وضعیت در همون جایی که شما هستید در ایتالیا، به خصوص در شهری مثل ونیز که همین الان هم عملا شرایطش طوری هستش که نصف و نیمه در آب هست. سلام آقای فرهزاد. ببینید، این پشت سر من یک سازه رو میبینید که اسمش اکوادکت است یا پل آبی. رومی های باستان از این سازه ها استفاده میکردن که آب رو از ارتفاعات برسونن به شهرها. در ایران باستان هم قنات وجود داشت. خیلی ها به قنات میگوین اکوادکت زیرزمینی. روش های پایدار تونست
آب رو به روزگار فعلی برسونه. اما در طول 100 سال گذشته روش‌های ناپایداری که ما به کار گرفتیم و تأثیراتی گذاشته ایم بر افزایش گرمای زمین باعث شده که الان شهری مثل ونیز که من دیروز در اونجا بودم ببینم که گاهی وقتا شب آب بخشی از میدان سن مارکو رو گرفته و این نگران کننده است. یعنی وقتی که 100 سال دیگه خیلی ها بخوان بیان ونیز رو ببینن باید لباس غواصی بپوشن برن تو اعماق که اون قسمت های تاریخی شهر ونیز رو ببینن. شهرهای ساحلی ایتالیا، شهرهای ساحلی مدیترانه در خطر هستن، اما فقط ایتالیا نیست که در خطره، کشور ما هم در خطر هست. بنادر مختلفی که ما در خلیج فارس داریم، در دریای عمان داریم، اگر سطح آب‌های بین‌المللی بره بالاتر اونها زیر آب میرن و متأسفانه هیچ برنامه‌ای هم وجود نداره برای اینکه بتونن مدیریت بکنن این وضعیت رو و ضربات بسیار زیادی رو هم مردم خواهند دید و هم محیط زیست. امسال به خصوص بسیار از این تأثیرات تغییرات اقلیمی رو خیلی از نزدیک لمس کردن، چه اینجا در آمریکای شمالی، چه در اروپا، چه در بخش‌های گسترده از آسیا. چه راهکاری میدن همکاران شما در حوزه آب و زمین شناسی برای اینکه در کوتاه مدت بشه مقابله کرد با بعضی از این تاثیرات؟ ببینید در هفته‌های گذشته من و همکارانم به یخچال‌های آلپی رفته بودیم و قشنگ میشد ذوب برف‌ها رو، ذوب یخ‌ها رو، صداش رو شنید، جریان آبی که زیر این یخچال‌ها جریان داشت. و این وقتی که یخچال‌ها آب بشن شرایط آب و هوایی مناطق مختلف به هم خواهد خورد. یک داستان ساده این هست که بایستی در تولید گازهای گلخانه‌ای یک تجدید نظر کلی صورت بگیره، اما کی میخواد انجام بده؟ چین، هند، ایالات متحده و کشورهایی که دارن همینطور گازهای گلخانه‌ای رو تولید میکنن، یا شرکت‌هایی که مثلا با تولید گوشت گاو یا با مصرف و مصرف گوشت گاو رو بردن بالاتر، خب در تولید گاز متان نقش عمده رو بازی میکنن. به نظر میاد که خیلی از شرکت‌های بزرگ در اینجا قصر در میرن و کسی خیرشون رو نمیگیره. اما من پریروز با یکی از نمایندگان مجلس ایتالیا صحبت میکردم، او کاملا ناامید بود و میگفت ما دیگه زورمون نمیرسه و این شهرهای ما یکی یکی نابود میشن. تنها کاری که شاید بتونیم بکنیم زندگی مردم رو بهتر بکنیم، کیفیت آب و کیفیت زندگی رو تا نابودی کامل بتونیم در حقیقت بهتر ببریم بالا. ممنونم از شما. نیکانگی کوسر، روزنامه‌نگار حوزه آب و زمین‌شناس از روم. چند روز مونده به آغاز سال تحصیلی در فرانسه، ممنوعیت پوشیدن عبایا، نوع پوشش اسلامی شبیه مانتو، در مدارس این کشور جنجال‌آفرین شده. دولت میگه بر اساس قوانین سکولار حاکم بر کشور، پوشیدن هر نوع نماد مذهبی از هر دین و آیینی در مدارس ممنوعه. بهنود نورپناه و جزئیات بیشتر. جنجال در فرانسه برای تصویب قوانین جدید که پوشش اسلامی را هدف گرفته. پوشیدن عبایا، این لباس سنتی که شبیه به مانتو است، در مدارس فرانسه ممنوع شد، آن هم چند روز مانده به شروع سال تحصیلی جدید. حملات به سکولاریسم افزایش قابل توجهی پیدا کرده، به ویژه در پوشیدن لباس‌های مذهبی مثل عبایا. گابریل اتل، وزیر آموزش فرانسه، همچنین در مصاحبه دیگر گفت وقتی وارد کلاس درس می شوید، نباید قادر باشید مذهب دانش آموزان را فقط با نگاه کردن به آنها تشخیص دهید. عبا لباس گشاد و معمولیه که هیچ نشان مذهبی نداره و شبیه هر لباس دیگه ایه. تنها فرقش اینه که یه اسم داره. من واقعا هیچ عیبی بر این لباس نمی بینم. این قانون جدید از سلسله قوانین ممنوعیت استفاده از نمادهای مذهبی نشأت می گیرد. در سال 2004 فرانسه حجاب در مدارس را ممنوع کرد و ممنوعیت برقه نیز که باعث پوشش کامل صورت می‌شد در سال 2010 به تصویب رسید. البته این قبیل محدودیت‌ها در مورد تمامی مذاهب اعمال می‌شود و صرفاً برای مسلمانان نیست. مثلا بر سر گذاشتن کلاه‌های یهودی، کیپا برای یهودیان یا استفاده از صلیب برای مسیحیان نیز ممنوع است. اما پوشش مذهبی پیروان ادیان دیگر به اندازه مسلمانان در فضاهای عمومی قابل رویت نیست. به همین دلیل برخی از مسلمانان خود را قربانی اصلی این سیاست میپندارند. فکر میکنم هدف دولت اینه که یک جنجال جدید راه بندازه و این باعث میشه خشم جامعه برانگیخته بشه. این مسئله شرم‌آوره که دخترای جوان رو با این کار اذیت میکنن. همطور باعث ناراحتی جامعه مسلمان میشن که بسیار خطرناکه. وقتی که در سال 2004 قانون منع حجاب در مدارس گذاشته شد، ما زنهای جوانی رو دیدیم که
ترجیح دادن از مدرسه اخراج بشن تا اینکه روسری هاشون رو بردارن. این کار فقط مقاومت اونها رو برای حفظ پوشش حجاب بیشتر میکنه. البته هنوز مشخص نیست که تصمیم دانش آموزان به مقاومت و حفظ حجاب یک تصمیم شخصی است یا خاص و ترجیح خانواده های آنان است. اما به نظر می رسد اعمال این ممنوعیت ها به نوعی باعث تقویت اسلامگرایی افراطی می شود. این دخترها یه بار دیگه به خاطر اعتقادات مذهبی خودشون احساس ننگ میکنن و این خطرناکه. مسلمان‌ها تمایل دارن بیشتر تو خودشون فرو برن و جامعه‌ای رو از نو خلق کنن. این قانون دولت دیوانگیه، چون بارها و بارها در مورد مبارزه و شکل‌گیری جامعه جدید هشدار داده شده، اما این کارها باعث تقویت این مسئله میشه. فرانسه نزدیک به 68 میلیون نفر جمعیت دارد که حدود 5 میلیون را مسلمانان تشکیل میدهند. سکولاریسم یا همون جلوگیری از دخالت قوانین مذهبی در سیاست و حاکمیت یکی از ارکان اصلی در فرانسه و دیگر جوامع مدرن است. به همین دلیل دفاع از سکولاریسم یا آنچه فرانسوی‌ها لایسیته می‌نامند در کشورشون جایگاه ویژه‌ای دارد. از احزاب چپ گرفته که از ارزش‌های لیبرال و عصر روشنگری حمایت می‌کنند تا جناح راست که به دنبال سنگری در برابر نقش فزاینده اسلام در جامعه فرانسه است. اگرچه اقدامات دولت فرانسه در ممنوعیت حجاب و دیگر نمادهای مذهبی با حمایت گروه‌های راست مواجه شده، سیاستمداران چپ اغلب از آن انتقاد کردند. مثلا کلمنتین اوتن نماینده مجلس فرانسه دولت را متهم کرده که در حال طرد کردن مسلمانان است. اما داوود ریفی، استاد اسلام شناسی دانشگاه لیل، در مصاحبه با رویترز گفته که با اعمال این قانون موافق است، چون به عقیده او چیزی به نام لباس اسلامی وجود ندارد و باید این افسانه را به چالش بکشیم. بهنود نورپناه، لندن. ممنون که با بخش اول 24 امشب همراه بودید. فعلا.